Afghanistan International Media, voice of the voiceless. بارز سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز ما در سراسر جهان و با آرزوی استقرار صلح دائمی در وطن عزیزمان افغانستان و صحتمندی شما شنوندگان گرامی برنامه امشبمان را حضورتان پیشکش می نماییم. انیتا شریفی هستم با همکاران عزیزم از استدیوی افغانستان انترنشنال میدیا شهر زیبای آمستردام کشور شاهی هلند در خدمت شما قرار داریم. شنوندگان گرامی، تحت الشعاع قرار دادن صلاحیت های پارلمان افغانستان، بی توجهی حکومت در برابر قوای مقننه، سلب صلاحیت های وزرای تیم مخالف حکومت از راه های مختلف اداری، ایجاد ادارات موازی فراقانونی حکومت فعلی افغانستان و همچنان دورنمای سیاسی افغانستان از طریق مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر شامل بحث امشب ما خواهد بود. مهمان امشب ما محترم دکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم ولایت غزنی در پارلمان افغانستان و همچنان تحلیلگر موضوعات سیاسی افغانستان هستند. از ایشان سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتند. لطفاً این برنامه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا آنها نیز از صحبت‌های جناب وکیل مستفید شوند و همچنین شما نیز می توانید در بحث امشب با ما شرکت نمایید. لطفاً سوالاتتان را بنویسید و جناب دکتر در لابلای برنامه خدمت شما عزیزان پاسخ ارائه خواهند کرد. جناب دکتر سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما و شنوندگان شما، تشکر، در خدمت شما هستم. تشکر بسیار زیاد. جناب دکتر، طبق معمول برنامه را با طرح چند سوال شخصی آغاز میکنیم. چطور شد که در دنیای سیاست قدم نهادین؟ این انگیزه از کجا شروع شد؟ بله جناب دکتر، صدای ما رو دارین؟ خب، به نام خدا شما طبعاً هر بله صدایتان رو دارم. بله صدای مرداری؟ بله درست. صدای مرداری؟ بله درست شد، صدا رو دارم. بله، عرض کردم که به هر حال هر انسانی در زندگی شخصی خود بالهایی داره و مطابق با سلیقه و مطابق با وضعیت زندگی خود مسیر آینده میکنه. ما تحصیلات ما چون در رشته علوم سیاسی و دکترای ما روابط بین الملل بود، طبعا علاقمند بودم که در عرصه کار عملی در حوزه سیاسی سات وارد شوم و اولون ورود ما در اول پارلمانی در افغانستان بود که در 1384 با اولین حکومتی که با همکاری جامعه جهانی در افغانستان بر مبنای اصل جمهوریت و دموکراسی تأسیس شد، ما همواری در سیاست شد. قبل از وکالت در پارلمان گاهی در ادارات حکومت هم کار کردین؟ نه خیر، من قبل از ورودی به پارلمان استاد پانتون بودم و به تدریس علوم سیاسی و روابط بین ملل و انجام ریسرچ و تحقیقات علمی در حوزه علوم سیاسی و مسائل بین المللی می پرداخت. جناب دکتر، از اینکه این سوال را مطرح میکنیم قبلا از شما پوزش میطلبیم، چون سوالات از مردم است نه از ما. اکثر مردم که بر ما نوشتن نظر به فهم و دانش سیاسی شما در بین مردم افغانستان، جایگاه سیاسی تان را آنگونه که باید میبود تسخیر نتوانستید. چرا نتوانستید؟ علتها چی بود از نظر شما؟ خب، ما بر صورت به عنوان یک فرد تحصیل کرده وارد حوزه سیاست افغانستان شدم. در اولین انتخابات پارلمانی در 1384 ما بک‌گراند نظامی و جهادی خیلی قوی نداشتم و هم خانواده متمول و ثروتمند و برخوردار از قوم و قبیله زیاد هم متولد نشده بودم. طبعا جامعه افغانستان جامعه قومی و قبیله‌ای هست و در این جامعه مناسبات قومی و مناسبات
قبیله‌ای و بک‌گراند جهادی و نظامی افراد تاثیرگذار است. در افغانستان در او دوره‌ای که ما وارد پارلمان شدیم هم این گونه بود و امروز هم این گونه بیشتر هست که معمولا دارندگان قدرت و ثروت بیشتر وارد محافل سیاسی میشن و تاثیرگذار هستن، که ما خوشبختانه یا متاسفانه نه جزء دارندگان ثروت بودیم در این سرزمین و نه. بله بله، با معذرت شنوندای عزیز که اینترنت افغانستان واقعا وضعیتش اصلا خوب نیست، دوباره همکارا کوشش میکنه که جناب دکتر روی خط بیارن. لطفا سوالاتتون رو بنویسین و همچنان بله بله، با معذرت که تماس قطع شد. بله بفرمایید. عرض میکردم که شاید یک از دلایل ماهیت سیاست در افغانستان بود که بیشتر ماهیت قومی و قبیله‌ای داره و ما او بگرون قومی و قبیله‌ای قوی رو نداشتم و بیشتر از خواستگاه علمی وارد حوزه سیاست افغانستان شدم، که این نوع سیاست افغانستان بسیار بی پیشینه بوده و هنوز هم کم پیشینه است. خب میریم از پارلمان افغانستان سوالاتی که از شنونده‌ها گرفتیم با شما در میان میگذاریم. با گذشت هر روز جناب دکتر، صلاحیت های اجرایی قوای مقننه افغانستان واقعا تحت شعاع قرار میگیره. از نظر شما چه علت و عوامل در این مورد میتواند در کار باشد؟ ببینید، مسائل سیاسی و پدیده های اجتماعی تک عاملی نیست، عوامل متعددی دخالت داره. در ضعف جایگاه و یا ناتوانی پارلمان افغانستان عوامل متعدد دخالت داره. یک بعدش برمیگرده به وضعیت خاص پارلمان افغانستان، نبود تخصص کافی در درون پارلمان افغانستان، ضعف علمی و حقوقی که پارلمان افغانستان با او روبروست و ای که تعداد اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان افغانستان از تحصیلات حقوقی و از تجربه کار حقوقی لازم برخوردار نیستند. از طرف دیگر هم بخش از عوامل به حکومت افغانستان برمیگرده، که حکومت افغانستان هم نهاد نظارتی مانند قوه مقننه را و پارلمان را به عنوان همکار تلقی نمی کنه، بلکه مانع بر سر اجرای برنامه های خود می بینه. شما می دانید که در کشورهای توسعه نیافته و سیاست قبیله‌ای و سنتی این کشورها نظارت به معنای همکاری تلقی نمیشه، بلکه نظارت به معنای خصومت یا رقابت منفی تلقی میشه. بنابراین این حکومت هم هیچگاه با روحیه همکاری، تعامل و تقویت پارلمان افغانستان اقدام نکرده. پارلمان ها در کشورهای دنیا در جاهایی از موقعیت قوی برخوردار است که در او کشورها حاکمیت قانون وجود داشته باشه، و در افغانستان متاسفانه ما در بحث حاکمیت قانون با چالش های جدی روبرو هستیم. تشکر. سوال داریم از آقای رحمت الله حاجی زاده از کشور بلژیم. سلام تقدیم کردن. گفتن وزرایی که از طرف پارلمان افغانستان نتوانستن رأی اعتماد بگیرن، دوباره آنها به طور سرپرست در وزارتخانه هایشون مصروف فعالیت هستند. از نظر شما یا این کار قانونی است؟ خب متاسفانه همطور که اشاره کردم، بس نبود فرهنگ قانونگرایی و نبود روحیه احترام و تمکین در برابر قانون یک از چالش‌های جدی در حکومتداری افغانستان است. لذا قوه مجریه که قدرت سیاسی رو عملا اعمال میکنه و در اختیار داره، در خیلی از موارد در برابر قانون تمکین نمیکنه و اراده خود را به جای قانون اعمال میکنه. ما قانونی داریم به نام قانون سرپرستی و در اونجا یک مدت زمان معینی حد اکثر تا 2 ماه یا 50 روز پیش بینی شده که افراد میتونه به عنوان سرپرست باشه. اما در افغانستان ما میبینیم که حتی ماها و تا سالها افراد به عنوان سرپرست نگه داشته میشه، به خصوص افرادی که مناسبات شخصی و نزدیک با شخص رئیس جمهور.
جمهور داشته باشه. و ادامه کار سرپرستی در واقع در افغانستان زمینی که معضل مدیریتی در اداره را ایجاد میکنه، مشکل حقوقی و قانونی هم داره که متاسفانه به دلیل عدم تمکین با حاکمیت قانون این قضیه بارها و بارها تکرار میشه. تشکر. همچنان سوال داریم از آقای امیر احمدزی. جناب وکیل، به خاطر که گفتن وقت شما محدود است، کوشش میکنیم با سوالات شنونده ها پیش بریم. اگر یک مقدار بس پراکنده تر شد، معذرت ما را پذیرا باشین، چون شنونده ها لایف در برنامه سوال می نویسن. آقای امیر احمدزی از کشور سربستان سلام تقدیم کردن، گفتن اگر این وزرایی که از طرف پارلمان رأی اعتماد نگرفتن، برای دائم سرپرست باقی بماند، شما چی کار عملی در این مورد می توانید انجام دهید؟ خب ببینید، متاسفانه از یک طرف نبود فرهنگ قانونگرایی و از طرف دیگر مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان باعث میشه که پارلمان افغانستان در حالت نرمال و عادی قرار نداشته باشه. پارلمان در همه کشورها ابزارهای مانند استیضاح وزرا و استیضاح مقامات عالی رتبه دولتی و همچنین بحثی محدود نمودن یا مسدود نمودن تطبیق بودجه ملی را در اختیار داره. ما در افغانستان حتی نمیتونیم از این موارد هم استفاده بکنیم، به خاطر اینکه وضعیت نابسامانی که در کشور وجود داره باعث میشه که در مسدود کردن مشکلات ایجاد شوه و بار منفی او بیشتر روی دوشی کارمندان به بضاعت باز انداخته میشه. تنها نقطه ای که پارلمان افغانستان در صورت تخطی هایی که صورت جانب حکومت صورت میگیره، از جمله ادامه مسئله سرپرستی کاندید وزرایی که رای نیاوردن، میتونه اقدام بکنه ایست که به هر حال با حکومت هم وارد مذاکره و گفتگو بشه تا قانع بسازه حکومت را که افراد جدید رو معرفی بکنه، و هم این که از طریق آگاهی دهی افکار عمومی، فشار افکار عمومی، میدیا و رسانه ها را بالای حکومت افزایش ببخشه. تشکر. سوال دارم از آقای حسن علی وکیلی، گفتن با عرض سلام خدمت جناب وکیل. سوال می است که شما از ناامنی های دشت قره‌باغ، گروگانگیری و باجگیری در دشت قره‌باغ چقدر اطلاع دارین؟ اگر خبر دارین، تا کنون از حکومت به عنوان نماینده مردم درخواست تامین امنیت برای این مسیر را کردین؟ متاسفانه از تقریبا سال قبل وضعیتی، بلکه دو سال قبل، پسته هایی که در دشت قره‌باغ بود و تامین کننده امنیت مسیرهای ارتباطی مسافرین از مرکز ولایت به ولسوالی‌های اطراف، به خصوص ولسوالی‌های هزارنشین در سمت هزارنشین قره‌باغ، جاغوری، مالستان و سایر نقاط بود، با مشکلات جدی امنیتی روبرو شد و ما بارها با مسئولین امنیتی نشستیم. پیشنهاداتی وجود داشت، اونا وعده کردند که تدابیر لازم را برای تامین امنیت اونجا روی دست بگیرن. اخیرا هم با افزایش ناامنی ها و تشدید حملات نظامی طالبان در نقاط مختلف کشور با آغاز گفتگوهای صلح، ما شاهد راهگیری ها و باجگیری های طالبان در این مسیر بودیم. تلاش های انجام شد که به هر حال حکومت اقدامات را انجام بده و ما هنوز هم منتظر اقدامات حکومت هستیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم در همکاری با دیگر وکلای مردم ولایت غزنی بیش از 5 نشست با وزرای دفاع و رئیس امنیت و وزیر داخله داشتیم و طرحهای مشخصی هم مطرح شده. اونا قرار شد که تدابیر لازم را در اون نقاط روی دست بگیرن. اما یک مشکل جدی که وجود داره، طبعا تشدید حملات نظامی طالبان در تمام ولایات افغانستان است که این یک معضل است که گاهن هم رسیدگی نهادها رو با مشکل روبرو می‌سازه و هم از طرف دیگر ضعف در مدیریت و رهبری نهادهای امنیتی هم یک معضل جدی است که ما بارها هم او رو تذکر دادیم و هم انتقاد کردیم. امیدواریم که با استفاده از فرصت زمستانی که حملات مخالفین کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه، هم در مسیر دشت قره‌باغ و هم در سایر مسیرهای ارتباطی ولایت غزنی و دیگر ولایات افغانستان، اینا یک برنامه جدی را برای دفاع
از جان و مال مسافری مردم بیگناه و بیدفاع روی دست بگیره. بله تشکر. سوال دارم از آقای فرهاد فهیمی از شهر لندن، گفتن در مورد برطرف شدن وزیر صحت عامه چه خبر دقیق در دست دارن؟ ایشان میگویند که من استعفا ندادم، حکومت میگوید که استعفا ایشان قبول شده است. در این حاکمیت گفتن چی جریان داره واقعا؟ خب اصلی اساسی که من او رو یادآوری کردم که در اکثر سوالا باید ما او رو توجه بکنیم، نیاز به تکرار نیست، ایست که حکومت به جای حاکمیت قانون روی اعمال اراده اشخاص و افرادش در استوار است و این یک از چالش های جدی حکومت داری افغانستانه. نسبی مقامات در رتبه دولتی و وزرا در قانون روشن هست، اونا به هر حال در موارد خاصی مطابق قانون انتصاب میشه و به پارلمان معرفی میشه و مطابق قانون قابل عزل هستند یا توسط استیضاح نمایندگان و یا توسط رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای وزیران. در مورد قضیه خاصی که اشاره شد، بعد از مطرح شدن اتهام رشوه‌ستانی 4 تن از مسئولین بلندپایه وزارت صحت عامه که بعضی از اونها از اقارب وزیر صحت عامه عنوان گردید، خب به لحاظ قانونی اجاب میکرد که محکمه در مورد رسیدگی میکردند، اما متاسفانه قبل از او که محکمه، رئیس جمهور در واقع از وزیر صحت عامه میخواهد که استعفا بکنه، اما او هم استعفا نمیکنه و در نهایت به هر حال یک سند مبنی بر اینکه استعفای او منظور شده است از جانب ریاست جمهوری و اداره امور انتشار پیدا می کند، رسما در وزارت صحت عامه حضور پیدا میکنه، به معینان و ماموران وزارت اعلام میکنه که من بعد آقای عثمانی دیگر وزیر نیست و فرد جدید به عنوان سرپرست وزارت معرفی خواهد شد. سپاسگزار هستم. باز هم سوال داریم استاد گرامی در مورد گروگانگیری ها. آقای زمان اخلاقی از شهر ملبورن کشور استرالیا سلام تقدیم کردن، گفتن که خواست و هدفشان از گفتن در رابطه با گروگانگیری افراد ملکی، آیا دولت تلاش کرده و گروگانگیران خواست و هدفشان چیز؟ آیا آنها افراد طالبان هستند؟ و گفتن متاسفانه به نظر ما دولت در این زمینه تلاش کافی نمی کند و اگر افراد دلسوز از میان مردم این کار را بکنند به عنوان مسئله غیر مسئول متهم می شود. پس مردم چی کار باید بکنند؟ خب در سه قسمت داشتی سوال، یکی اینکه گروگانگیرا چی هدفی داره. طبعا گروگانگیرا هدفش باجگیریه در برخ از مناطق مانند ولسوالی قره‌باغ، منطقه تمکی که ما آشنایی بیشتر داریم و زادگاه ما هست، اونجا ای گروگانگیری ها به خاطر پول گرفتن از مردم بیشتر بوده، چندین بار افراد رو گرفتن با گرفتن پول آزاد شده و اینا از اون منطقه و افراد ملکی به عنوان یک منبع درآمد ساختن. یک نکته که یک دلیل بوده. دلیل دومم این که اونا در واقع تلاش میکنن افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدن که گویا طالبان حاکمیت داره بر مردم و دولت افغانستان نمیتونه تامین امنیت بکنه برای مردم، تا از این طریق در نهایت حاکمیت خود را از نظر سیاسی بر مردم تثبیت بکنه. اما در ارتباط با اقدام حکومت، نظری دوست ما تا اندازه زیاد قرین به واقعیت است. متاسفانه نه دلسوزی لازم در مسئولین امنیتی افغانستان در ارتباط وجود داشته و نه مدیریت لازم برای برنامه‌ریزی جهت تامین راه‌های مواصلاتی و یا حداقل جلوگیری از مسئله غیر انسانی به نام گروگانگیری انسان‌ها و مردمان مسافر و بیگناه. و در ارتباط با مورد سوم هم همطوری که باز شما در جریان هستید، در برخی از مناطق افغانستان مردم از خودشان دفاع میکنه و
طبعا این دفاع دفاع مشروع است، مردم ناگزیر هستند که از جان مال خود دفاع بکنه در جایی که حکومت نمیتونه دفاع بکنه، اما ما همیشه از آدرس مردم افغانستان به عنوان یک از نمایندگان پارلمان افغانستان تاکید کردیم که در مناطق مختلفی که مردم به دفاع مردمی و خودی میپردازد باید تلاش شود که این دفاع در چوکات حکومت افغانستان باشه که از تقابل قومی و یا برچسب های بیرونی و دخالت های کشورهای بیرونی جلوگیری به عمل بیاید. ما به شدت طرفداری بودیم که حمایت ها دفاع مردمی و حلقه های مردمی که برای امنیت تشکیل میشه حالا در چوکات حکومت افغانستان باشه تا اینکه عوارض و پیامدهای منفی نداشته باشه. تشکر. همچنان سوال داریم از انجینیر رحیم الله سعید خیل از شهر کابل. گفتن سلام جناب محترم سجادی صاحب، آیا دولت افغانستان آزادی مطلق دارند در راستای پروسه صلح و در تصمیم گیری کشور که زندانیان طالبان به خواست طالبان آزاد می شود نه به خواست حکومت؟ آیا صلح فعلی گفتن انتقال قدرت است یا دسیسه استخباراتی برای تشکیل قدرت نو؟ ببینید، صلح فعلی نه انتقال قدرت است به معنای دقیق و نه اینکه به هر حال الزاماً به معنای تاسیس یک نظام جدید باشه. دو طرف دیدگاه های خاص خودش داره. هیئتی که از جانب حکومت افغانستان نمایندگی میکنه دیدگاهشان ایست که ما باید به ختم جنگ و خونریزی در افغانستان برسیم و اولین مسئله هم ایست که ما گفتگوهای صلح را در یک فضای آرام انجام بدیم و او در صورتی تحقق پیدا میکنه که در قدم اول آتش بس توافق شود. اما طرف طالبان تاکید داره که اولین اجندا آتش بس نیست، بلکه اولین اجندا بحث تعیین ماهیت نظام و حکومت آینده است که چی رقم باید باشه. اما همه ما و شما میدانیم که این سخن مبهم هست. طالبان تعریف روشن از حکومت اسلامی نداره. در حال حاضر هم حکومت افغانستان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است. با توجه به همین سندی که ما به نام قانون اساسی داریم، کمتر نظام در کشورهای اسلامی وجود داره که همانند نظام فعلی جمهوری اسلامی افغانستان ماهیت اسلامی بسیار خوب و قوی داشته باشه. و نکته مهمتر است که گفتگوهای صلح بیشتر از این که تحت تاثیر حکومت افغانستان و طالبان باشه، متاسفانه در بازی‌های استخباراتی و بین‌المللی قدرت‌های بزرگ قرار داره و تا زمانی که قدرت‌های بیرونی و کشورهای بیرونی تلاش بکنه که خواست خود را در این گفتگوها دخیل بسازه، ما نمیتونیم به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم. صلح پایدار در افغانستان زمانی ایجاد خواهد شد که نظام سیاسی برآمده از این مذاکرات همان طوری که تامین کننده ارزش‌ها و معتقدات اسلامی باشه، باید تامین کننده و تضمین کننده حقوق اساسی مردم افغانستان، آزادی های مدنی و حق تعیین سرنوشت سیاسی توسط مردم افغانستان باشد. تشکر. سوال دارم از آقای حسن صفدری از کشور نروژ. سلام تقدیم کردن. گفتن جناب وکیل، در تحت الشعاع قرار گرفتن پارلمان، خود وکلای پارلمان چی مسئولیت های دارن؟ ببینید، هر نهاد و هر جامعه قدرت و ضعفشان در قدم اول بیش از هر چیز به خودشان برمیگرده. همین وضعیت فعلی افغان درست است که مداخلات بیرونی وجود داره، اما بیش از مداخلات بیرونی نفاق درونی سیاستمداران و ایرانگر است. در پارلمان افغانستان عین قضیه وجود داره. تثبیت جایگاه و عزت پارلمان در قدم نخست به نمایندگان پارلمان افغانستان برمیگرده. اگر نمایندگان پارلمان افغانستان مسئولانه انجام وظیفه بکنه و مسئولانه مطابق قانون اعمال صلاحیت بکنه، میتونه جایگاه پارلمان افغانستان را تثبیت بکنه و تقویت بکنه. اما وقتی که نمایندگان پارلمان افغانستان نمیتونن
یا توانمندی لازم را ندارند که مطابق قانون صلاحیت های قانونی خودشان انجام بده. طبعا پارلمان افغانستان در حد یک اتاق شکوایه که صرفا به شکوا و شکایت و داد و فریاد میپردازد تبدیل میشه. در غیر اون از نظر قانونی جایگاه پارلمان افغانستان هم قانونگذاری هست برای حکومت، هم نظارت بر اعمال حکومت هست که اونا رو جلوگیری بکنه از رفتارهای غیر قانونی، و هم صادر نمودن فیصله های بسیار قوی در ارتباط با مسائل جنگ و صلح افغانستان است، در حالی که در حال حاضر پارلمان افغانستان هیچ گونه نقش جدی در ارتباط با مسائل گفتگوهای صلح افغانستان ندارد. تشکر. سوال داریم از آقای دکتر بهزاد از شهر کالیفرنیا. گفتند درود بر شخصیت دانشمند کشور، خوشحال هستم که صدایتان را میشنویم. سوال می است که عاقبت نظام اداری فعلی را چگونه پیش بینی میکنید؟ گفتند جناب وکیل در علم جامعه شناسی این گونه حکومت را به چی اسم یاد میکند؟ ببینید، از منظر علم جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر یک تعبیری داره در طبقه بندی حکومت ها جوامع سنتی را که مناسبات قدرت بر اساس رشته فیدسالاری و بر اساس مناسبات قبیله‌ای و خانوادگی تنظیم میشه، او را نظام پاترمونیالیستی نام میگذاره. من فکر میکنم ویژگی های نظام پاترمونیالیستی در افغانستان خیلی تطبیق میکنه، برای اینکه وقتی رهبر سیاسی یک تنظیم یا یک حزب سیاسی از دنیا میره، به صورت اتومات فرزند او جانشینش میشه، در حالی که در سیاست دنیای مدرن این گونه نیست. اما از طرف دیگر با توجه به این کمطور که در آغاز عرض کردم، جامعه افغانستان دارای فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله است. در فرهنگ سنتی در واقع کلان سالاری و رشتفیدی در حکومت داری بسیار اهمیت داره. در فرهنگ سنتی جامعه افغانستان و همچنین فرهنگ سنتی جوامع توسعه نیافته و انکشاف نیافته، کلانی آدم ها به سن و سال تعریف میشه، نه با عقل و درایت و منطق. کسی که منطق کلان داشته باشه او کلان محسوب شود. به همین لحاظ در جامعه قبیله‌ای و سنتی مناسبات شخصی و نسبگرایی اولویت داره نسبت به شایسته سالاری. ما در افغانستان برای حکومتداری خوب نیاز داریم که این فرهنگ قبیله‌ای و سنتی را آرام آرام متحول بسازیم و فرهنگ سیاسی مدرن و عقلانی را جایگزین او بسازیم، تا حکومتداری را بر مبنای اصل شایسته سالاری و تخصصگرایی تعریف بکنه، نه بر مبنای اصل نسبگرایی و رابطه گرایی. با سلام مجدد خدمت تمام شنوندگان نهایت گرامی ما در سراسر جهان، به خصوص عزیزانی که تازه به ما پیوستند. شنوندگان گرانقدر، دور اول مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه قطر بدون کدام دستاورد قابل توجه و امیدوار کننده به پایان رسید. موضوعاتی که تا هنوز از سوی گروه طالبان طرح گردیده است، از جمله رد نظام جمهوریت، رد قانون اساسی افغانستان، رد شراکت در قدرت سیاسی با حاکمان فعلی افغانستان، رد نظام دموکراسی و منحل کردن وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی افغانستان بوده است. آیا این پیشنهادها از طرف حکومت افغانستان چقدر قابل قبول خواهد بود؟ به علت بحث بیشتر در این مورد امشب محترم دکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم ولایت باستانی غزنی در پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. از اینکه دعوت ما را پذیرفتن از ایشان مجدداً ابراز امتنان می نماییم. لطفاً سوالاتون را مختصر بنویسین، از این که جناب دکتر وقتشان محدود است. اگر با ذکر کشور بنویسین، چون کوشش میکنیم که از هر کشور یک سوال داشته باشیم، هم عدالت مراعات شود و هم جناب دکتر به مصروفیتی که دارن بتانن رسیدگی بکنن. جناب استاد، در مورد مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه قطر چی تبصره های در ذهن دارین؟ خب ببینید، اصل این که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره، این را همه طرف ها پذیرفتن، هم جامعه
افغانی ام جانب طالبان ام حکومت افغانستان. بنابر این تنها را باقی میمانه تفاهم روی میز مذاکره و گفتگو. اما در ارتباط با تفاهم و گفتگو تا کنون متاسفانه چالش های بسیار جدی پیش رو قرار داره که شاید در کوتاه مدت ما نتانیم این چالش ها رو برداریم. اولین چالش است که آیا واقعا طالبان آمادگی داره از طریق گفتگو و صلح در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه یا نه. یکی از برداشت ها است که هنوز هم طالبان این آمادگی لازم رو نداره، اونا به دنبال وقت کشی هستن برای اینکه بتوانند تا ماه می که قرار است قوت های بین المللی و آمریکایی مطابق تفاهمنامه طالبان آمریکا از افغانستان خارج شوه جنگ و ادامه بدهند، برای اینکه به این باورند که بعد از اون میتونن از طریق زور نظامی قدرت رو به دست بگیرن. اما این تحلیل تحلیل واقع بینانه نیست، برای اینکه اونا در این توانمندی قرار نداره که بتونن نظام سیاسی موجود در افغانستان را ساقط بکنن، هرچند میتوانن چالش ایجاد بکنن و برای مدتی جنگا را ادامه ببخشن. بنابر این من فکر میکنم که منطقی خواهد بود که طالبان با هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در جستجوی پیدا کردن یک راه حل میانه باشند. امکان بازگشت به امارت طالبانی هم وجود نداره، نه منطقه میپذیره، نه دنیا و نه مردم افغانستان. از طرف دیگر این که چه فرمولی باشد که در او هم اصل اسلامی بودن و هم اصل مردم سالار بودن و حقوق اساسی مردم افغانستان رعایت شود، او فرمول میتونه تا حدود زیاد مورد قبول مردم افغانستان باشه. مردم افغانستان نظام سیاسی را میخواهند که در پناه او هم ارزش های اسلامی را احترام شود و هم حقوق اساسی اتباع آزاده های مدنی و دستاورد های چند انسان تامین شود. همچنان سوال داریم از آقای امام علی بگزاد از شهر توکیو کشور ژاپن. گفتن موضوعاتی که هر دو طرف مذاکره به حیث خط سرخ خیش مطرح کردن، معلوم می شود که گذشت از خطوط سرخ در این مذاکرات در دستور کار طرفین وجود ندارد یا بس چیزی دیگر است از نظر شما؟ ببینید خود طبیعی است که هر دو طرف یک سری اولویت هایی داره، ولی منطق مذاکره و گفتگو همیست که به هر حال هر دو طرف در برخی از زمینه ها انعطاف لازم رو داشته باشن تا بتونن به نقاط مشترک برسن. اگر طالبان بر خواست خود اصرار بکنه یک جانبه و جانب حکومت افغانستان هم بر خواست خود به صورت یک جانبه اصرار بکنه، طبعا مذاکرات با بن‌بست رو برو خواهد شد. اما اگر طرفین توافق بکنه به کتابی این از برخی از موارد و این اتفاق نشان بده، امکان پیدا کردن نقاط مشترک وجود داره و در اون صورت میشه امیدوار بود که گفتگوها به نتایج مثبت پیدا بکنه. سوال داریم از بانو نجوا سید از کشور اتریش. سلام تقدیم کردن، گفتن آیا احتمالات تجدید افغانستان در دستور کار قدرت‌های منطقوی است یا خیر؟ بسیار دیدی بدبینانه خواهد بود که بگیم کشورهای منطقه در صدد تجزیه افغانستان است، برای اینکه به نفع کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه با یک افغانستان یک پارچه فعلا دچار برخی مشکلات هستند به لحاظ تعارض منافع و تهدیدات امنیتی، ولی اگر واحدهای مختلف ایجاد شود طبعا این تهدیدات دامنه بیشتر پیدا خواهد کرد. ما بسیار بعید می‌دانیم که بحث تجزیه افغانستان به نفع کشورهای منطقه باشه و یا کشورهای منطقه در این راستا کدام طرفی داشته باشه. جناب استاد، بعضی از صاحب نظران سیاست بر این باورند که افغانستان در باتلاق دو مثلث گیر کرده است، یک مثلث آمریکا، پاکستان و طالبان، دو مثلث روسیه، هندوستان و ایران. تفسیر شما در این مورد چیست؟ یکی از من این تعبیر رو میکنم که طبعا پاکستان یک از کشورهای فوق العاده تاثیرگذار در مسائل افغانستان است. همطوری که پاکستان بخشی از مشکل افغانستان بوده، میتونه بخشی از راه حل افغانستان هم باشد. ایالات متحده آمریکا بیشتر
به دنبال تامین منافع ملی خود هست در منطقه و تلاش میکنه که مسئله جنگ افغانستان رو به گونه مدیریت بکنه که نگران های امنیتی آیندهشان در افغانستان مرتفع شود. به همین لحاظ بیشتر در قراردادی که با طالبان امضا کردن تلاش کرد تا طالبان را از رفتن به سمت روسیه و چین و ایران که میتونه در رقابت های کشورها با امریکا برای ایالات امریکا در سرساز باشه، اونا را از رفتن به اوست هم جلوگیری بکنه که تا اندازه یه موفق شد برای این هدف. اما چیزی که برای افغانستان میتونه خطرناک باشه تبدیل شدن افغانستان به عرصه جنگ های نیابتی یا تصفیه حساب های کشورهای بیرونی هست. بله، از یک طرف رقابت هند و پاکستان، از یک طرف رقابت آمریکا و روسیه و چین و ایران، از طرف دیگر رقابت ایران و عربستان. مجموع اینها فرمول سیاست در افغانستان رو بسیار پیچیده می سازن و ای بر سیاستمداران افغانستان و دستگاه دیپلماسی افغانستان است که چطور بتونه افغانستان را از تبدیل شدن به عرصه کشمکش های بین المللی و منطقه‌ای دور نگه داره. و البته چنین چیزی امکان داره با در پیش گرفتن یک سیاست عقلانی و خردمندانه. سوال داریم از آقای سمیر پنشیری از شهر باکو کشور آذربایجان. سلام تقدیم کردن، گفتن چرا رهبران هزاره و رهبران تاجک به سوی فدرالی شدن گام بر نمی دارن؟ در هر صورت طالبان چند ولایت جنوبی را با زور یا صلح برضا از آن خود می کنند. ببینید، اول خو امروزه بحث طالب با بحث جنگ افغانستان تقابل و رویارویی دو فکر یا دو نو مدل سیاسی است به نام نظام جمهوریت و یا نظام امارت. نکته اول. نکته دوم این که اساساً بحث فدرالی شدن یک بحث بسیار کلان هست که به همین سادگی نمیشه مطرح کرد. باید این قضیه کسایی که مطرح میکنه با یک منطق قوی تر رو تجزیه و تحلیل بکنه که واقعا میتونه این قضیه به نفع مردم افغانستان باشه و به نفع همه کسانی که در این سرزمین زندگی میکنه. من باورم ایست که فدرالی شدن و امثال اینا روی حل مشکل افغانستان نیست. وجود آمدن اجماع ملی روی مسائل کلان کشور جمله جمهوری اسلامی و حقوق مشارکت همه اقوام و دوم توافق بر سر توزیع قدرت. دستی تعداد از افراد مشارکت سیاسی فراگیر همه اقوام و توزیع عادلانه قدرت در تمام کتله های قومی صورت بگیره، در او صورت نیازی به طرح فدرالی ساختن افغانستان وجود نخواهد داشت. تشکر. سوال دارم از آقای میر احمدزای از کشور سربستان. گفتن جناب دکتر کتاب های زیادی را نوشتن، سوال از ایشان راجع به خط دیورند است. اگر صلح شود و طالبان ولایت جنوبی را کنترل کنند که خواهان همین هستند، این رفت آمد به پاکستان برای مردم به چی صورت انجام می گیرد؟ مردم برای تداوی و تجارت به این مسیر نیاز دارند. ببینید، بحث دیورند یک معضل تاریخی است بین افغانستان و پاکستان. هرچند سیاستمداران افغانستان شهامت و جرأت لازم را برای مطرح کردن واقع بینانه معضل نداشتند، اما مشکل پاکستان با افغانستان فقط بحث دیورند نیست. مشکل پاکستان با افغانستان یک بخشش ممکنه بحث دیورند باشه که او امروزه خیلی مشکل جدی مناسبات بین المللی خط فرضی فعلی خط رسمی دو کشور شناخته شده، هرچند سیاستمداران افغانستان و حکومت افغانستان او را به رسمیت نمیشناسه. اما از طرف دیگر در بحث مراودات اقتصادی و تجاری و رفت آمدهایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره،
من فکر نمی کنم که این قضیه مشکل ساز باشه، یعنی طالبان نمیتونه حتی بعد از صلح هم به صورت یک گروه بخشی از ولایات یا بخش از جغرافی افغانستان رو کنترل بکنه. اگر قرار است که افغانستان به سوی صلح پیش برود، او صلح در زیر سایه یک حکومت به نام حکومت افغانستان امکان پذیر خواهد بود که همه مرزهای جغرافیایی خود را حاکمیت داشته باشه و کنترل بکنه. این بحث دیورند امروزه برای پاکستانیا حداقل خیلی زیاد اولویت نداره. پاکستان در افغانستان به دنبال ایست که یک نظامی در کابل وجود داشته باشه که همکار با اسلام آباد باشه و همکاری بسیار نزدیک و جدی با هند نداشته باشه تا اینکه نگرانی‌های امنیتی رو برای پاکستان ایجاد بکنه. تشکر. سوال داریم از دو شنونده عزیز که راجع به تمکی است، آقای موسا نظری از کشور سویدن و آقای عنایت محمدی از کشور ایران. سلام تقدیم کردن. آقای موسا نظری گفتن سرنوشت مردم تمکی چی خواهد شد، و آقای عنایت محمدی از کشور ایران گفتن که شما به عنوان وکیل مردم در ولوسی جرگه از گروگانگیری و باجگیری های اخیر دشت قره‌باغ و منطقه تمکی خبر دارین. طالبان هر روز گشت و گذار دارد در منطقه و چند نفر را 8 تا 10 روز پیش از داخل قریه ما با خود بردن و تا حالا معلوم نیست که با آنها چی کردن. مردم در این وضعیت چی کار کند و شما چی نظر دارین؟ ما به این هر دو دوست خود که از منطقه ماست سلام عرض میکنم، آرزوی موفقیت دارم برایشان. اما در ارتباط با این قضیه همطوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، متاسفانه حکومت افغانستان توانمندی لازم را در خیلی از ساحات و ولایات کشور برای تامین راه‌های مواصلاتی نداره و در خیلی از ساحات افغانستان حداقل روستاها و قریجات جولانگاه رفت آمد طالبان هستند. سیاست غلط و نادرستی هم که در بحث آزادسازی بیش از 5000 زندانی طالبان اعمال شد، او هم قضیه را پیچیده‌تر ساخت. اما اونا دوباره در جبهات جنگی برگشتن. بنابراین یک قسمت این مسائل برمیگرده به توافقنامه آمریکا و طالبان و مسائل کلان افغانستان. اما در ارتباط با مشخصا بحث تمکی و ولسوالی قره‌باغ که دوستای ما سوال کردن، همینطوری است. متاسفانه از مدت ها قبل در اون منطقه رفت آمد های گروه طالبان وجود داره و البته صحبت هایی که جریان داشته تلاش بر این بوده که غیر از اقدامات حکومت راه های همسایگی و ریشسفیدی باز شود تا اینکه جلوگیری شود از این گروگانگیری ها. اما این طرف آنچه که به ماها مربوط میشه به عنوان نماینده مردم، اعمال فشار و تلاش همه جانبه روی نهادهای امنیتی وزرای داخله و دفاع و امنیت ملی است که امیدوار هستیم اونا وعده هایی را که سپردن که اقدام میکنن برای تامین امنیت مردم و تامین امنیت راه های مردم، این وعده ها عملی شود و ما هم پیگیر هستیم که انشالله این وعده ها را بتانیم به یک جایی برسانیم. چند سال قبل این جریان اتفاق افتاد، ما تلاش کردیم و در دشت قره‌باغ چندین پسته امنیتی ایجاد شد و برای مدت مردم راحت شدند. حال هم انشالله این تلاش ها جریان داره. امیدوار هستیم که بتوانیم با همکاری مردم عزیز و ساحه قدم هایی را برای رفع مشکلات امنیتی مردم برداریم. تشکر. همچنان سوال داریم از بانو دکتر تمنا پنجابی از شهر کابل. گفتن خانم رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی اش گفت که پارلمان چی بخواهد چی نخواهد وزرای ما به وظیفه‌شان ادامه خواهد داد. نظر شما در مورد این گفته چی است؟ خب این همان فرار از قانون و زیر پا کردن اصل حاکمیت قانون است. چیزی که رئیس جمهور و خانم شعار میده، دموکراسی و حاکمیت قانون ایجاب میکنه که سیاستمداران قانون تمکین بکنه و نه به اعمال اراده شخصی خودشان. طبعا حکومت به عنوان قوه مجریه اختیارات در اختیارش هست و قدرت در توانش هست،
میتونه برای مدتی با نقض قوانین افراد را در یک وزارت نگه داره، اما در نهایت نقض قانون به خیر و صلاح افغانستان هم نیست و به خیر صلاح اونا هم نیست. سوال دارم از آقای حاجی رضا بابخانی، معاون انجمن سراسری هزارهای هلند. البته سوالشان کمی طولانی تر است. گفتن حکومت افغانستان در برابر هر وزارتخانه هایی که برای تیم مخالفش داده است اداره های موازی ساخته است، البته به علت محدود ساختن صلاحیت های اداریشان. مثلا گفتن دیروز شورای عالی عواید را تأسیس کرد که این کار حکومت وزارت مالیه را سخت دچار مشکل خواهد کرد، و چند قبل در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ ادارات موازی مثل شورای عالی اطلاعات و همچنان شورای عالی فرهنگی تأسیس کرده است، کاری که وزارت اطلاعات و فرهنگ انجامش بدهد اصلا وجود ندارد. گفتن از دید شما نتیجه و عواقب این گونه سیاست های بیروکرات در آینده افغانستان چی خواهد بود؟ از نظر شما پارلمان افغانستان در این راستا چی کار از دستشان ساخته است؟ یکی که اقداماتی که به صورت خودسرانه صورت میگیره از طرف حکومت، این نقض حاکمیت قانون هست و در دراز مدت به نفع افغانستان نیست. نه تنها این مواردی که دوست ما اشاره کردن، که موارد متعددی امروزه وجود داره که نهادسازی صورت گرفته، ادارات جدیدی ایجاد شده، وزارت لغو شده، تبدیل به ریاست شده، مانند وزارت انرژی و آب، مانند وزارت مواد مخدر. اینا کاری پارلمان افغانستان مطابق قانون، یعنی حکومت هر نوع نهاد جدیدی را که ایجاد میکنه یا لغو میکنه یا تبدیل میکنه باید تبدیل به قانون شود، یعنی فیصله پارلمان افغانستان داشته باشه. بنابراین این قانون شکنی ها و تخلفات باعث میشه که در نهایت پایه های قانونگرایی در افغانستان متزلزل تر شود و این به خیر افغانستان نیست. اما اینکه پارلمان افغانستان چی کار میتونه بکنه، ساده ترین کاری که پارلمان افغانستان میتونه بکنه اینه که برای نهادهای جدید بودجه لازم رو منظور نکنه. یعنی یک از ابزارهایی که پارلمان اختیار داره همین مسئله است. در صدد بودجه ای که پیشنهاد شده و در این روزا زیر بحث پارلمان افغانستان است، پارلمان میتونه اون نهاد، آن دسته از نهادها و ادارات را که خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی ایجاد چرا برای اونا بودجه در نظر نگیره و بودجه تصویب نکنه. وقتی بودجه نداشته باشه نمیتونه وی داره کار خودش انجام بده. سپاسگزار هستم جناب دکتر که دعوت ما را پذیرفتین. و سوالات دوستا البته زیاد است، نظر به وقت شما. آخرین سوال از بانو بهاره امینی از شهر مسکو میگیریم. سلام تقدیم کردن، گفتن افغانستان و صلح از هم چقدر فاصله دارن، چند ماه، چند سال، و یا اصلا امیدوار نباشیم؟ بسیار سوال سخت است که جواب دقیق برایش داده شود. با توجه به پیچیدگی جنگ افغانستان و ابعاد مختلفی که جنگ افغانستان داره، صلح افغانستان هم دارای ابعاد پیچیده است. اما به هر حال نباید بدبینانه نگاه کرد. ما با آینده باید امیدوار و خوشبین باشیم. بالاخره پایان هر جنگ صلح خواهد بود و ناگزیر است که کسانی که بر تبل جنگ میکوبند، بعد از اینکه متوجه شوند که از طریق جنگ نمیتوانند به هدف برسند، ناگزیرند که تن به صلح بدهند. صلح خواست همه مردم افغانستان هست. بالاخره هیچ کسی نمیتواند تا پایان این خواست اساسی مردم افغانستان را نادیده بگیره، و ما امیدوار هستیم که روزنه ای که بنای گفتگوهای صلح افغانستان باز شده است به نتایج مثبت برسه. و البته شرط قضیه ایست که سیاستگران افغانستان و حکومت افغانستان برای ایجاد وفاق سیاسی بین جناح‌های مختلف، بین احزاب سیاسی و رهبران سیاسی مختلف تلاش بکنه و به جای انحصار و برخورد تکسویه و یک جانبه تلاش بکنه که دیدگاه‌های مختلف را در مسائل حکومت داری شریک بسازه. در اون صورت انشالله ما میتونیم از این چالش‌ها عبور بکنیم. تشکر بسیار زیاد بار دیگر از شما، سپاسگزار هستم. از دوستان با معذرت که تمام سوالات گرفته نشد، انشاءالله که در آینده ها بتونیم دوباره جناب استاد در برنامه دعوت کنیم. سپاسگزار هستم، با امید موفقیت های بیشتر شما جناب استاد گرامی. اوقات خوش داشته باشین. سلامت باشید. خداوند یار نگهدار شما و همه شنوندگان شما. خداحافظ. تشکر. خدا نگهدار.
شنونده عزیز، سپاسگزار هستم که تا این لحظه با ما هستین. بعضی سوالات اگر گرفته نشد با معذرت، چون وقت آقای وکیل محدود بود، گفتن زیاد وقت ندارم، به او خاطر کوشش کردم که مختصر باشه برنامه. آقای عارف دامی، با معذرت که من مقصد سوالتان درست متوجه نشدم، به او خاطر معذرت مرا پذیرا باشین. باز هم نوشتم که متوجه نشدم، اگر دوباره واضح تر می نوشتین حتما سوالتان می گرفتم. با معذرت. شنوندای عزیز، افغانستان انترنشنال میدیا، صدای بی صدایان، صدای خود شما، فراموش نکنین. لطفا برنامه ها را به اشتراک بگذارین تا هموطنان عزیز ما از هر ولایاتی که هستن با هر مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن از نگاه امنیتی، گروگانگیری یا هر وضعیتی که برشان پیش میفته، بتونه با ما در تماس شود تا بتونیم صدای مردم بی صدا باشیم و شدیداً به همکاری معنوی شما عزیزان نیازمند هستیم. لطفاً برنامه ها را به اشتراک بگذارین و فراموش نکنین که صفحه افغانستان انترنشنال میدیا را لایک کنین و همچنان فالو. برنامه فردا را دوستای عزیز فراموش نکنین با بانو جنرال نظیفه زکی، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان هستند. ساعت 7 شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان با جنرال نظیفه زکی، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان. بازم از حضور و از اشتراک تک تک شما عزیزان سپاسگزار هستم. آقای زاهد درویش، سوال نداشتین، با معذرت سلام بود و وقتم محدود بود نتونستیم بگیریم. و همچنان تعداد دوستای دیگه که سلام نوشته بودن، آقای حسین فیضی و دیگه دوستایی که اسمشان از بالا رفتن، بانو رخسانه افغان که فکر میکنم سوالتان گرفتیم، آقای احمد زی، آقای رحیم الله سید خیل، یک سوالتان گرفتیم، سوال دوم وقت نبود، و همچنان آقای محمدی، عنایت محمدی که سوالتان گرفتیم، آقای زمان اخلاقی، آقای قیس نوابی، یک از ژورنالیستای خوب ما در شهر کابل که امیدوار هستم به سلامت باشن در شرایط خراب امنیتی، آقای زاهد درویش، یکی از شاعرای خوب ما در کشور آلمان که بیشتر هم نامشون ذکر کردیم، تشکر از پیامتان. بانو نجوا سید، سوالتان گرفتیم، بانو رخسانه افغان گفتن از من تشکری، از ما هیچ وقت تشکری نکردی. تشکر از اینکه هستین، تشکر از اینکه همیشه برنامه رو به اشتراک میگذارین. آقای رحمان هزاره، آقای ساداد یوسف همچنان سلام تقدیم کرده بودن، سوال نداشتن که وقت نبود. آقای حسین وکیلی، آقای غوث‌الدین میر، صاحب امتیاز مجله بانو همچنان سلام تقدیم کرده بودن، سوال نبود. خب شنوندگان عزیز، انشالله در هر گوشه و کنار از دنیا که هستین اوقات خوش را داشته باشین در کانون گرم خانواده هایتان، در این هوای سرد زمستان. انشالله که زندگیتان گرم باشه و با امید یک صلح دائمی در وطن عزیز ما افغانستان، که دیگر ما و شما هم بتانیم از این مهاجرت، از دنیای مهاجرت، حداقل برای یک بار دیدار فامیل و اقوام هم در صلح آرامش بتانیم بریم سفر بکنیم و همچنان شاهد هر روز درد و رنج مردم ما در داخل افغانستان نباشیم. تک تک شما عزیزانه به پروردگار حق میسپارم، خداوند یار و مددگارتان. برنامه فردا و افغانستان انترنشنال میدیا را فراموش نکنین. تشکر بسیار زیاد، اوقاتتان خوش. Afghanistan International Media, Voice of the Voiceless.